سلام دوستان، دلتون میخواد کباب درست کنید ولی اصلا حال حوصله یه سیخ کردن و منقل و از این برنامه ها هم ندارید؟ ولی من کاری میکنم که عطر و بوی کباب تو خونتون بپیچه، اونم با سماق. با این سماق پلویی که میخوام حاضر بکنم بریم که یه کباب خوشمزه داشته باشیم. اول از همه باید بگم که برنج و کبابش، اونم برنج ایرانی خوش عطر، برنجی که خوب قد بکشه و عطرش تمام خونه رو برداره. برنج ایرانی رو معمولا همیشه 3-4 ساعت قبل خیس میکنن، خوب میشورن، مقداری نمک بهش میزنن، میذارن کنار خیس بخوره. این یکی از اصول اولیه برنج ایرانیه. بعدش هم که حالا من قابل مرا گذاشتم آب جوش بیاد، یه مقدارم نمک بزاش اضافه کردم و منتظرم زمانی که جوش اومد برنجم رو بریزم داخل قابلم. سماق دیده بودین؟ اینا خوشه های سماقه که من چیدم و گذاشتمش کنار و برای چربی خون که خودتون میدونید چقدر مؤثره، ولی خب چون طبعش سرده و ممکنه فشار رو بیاره پایین، معمولا با عسل دمش میکنم و میخورم. پس از سماق غافل نشین، خواص بسیاری داره. خب اینو میذارمش کنار. میایم سراغ گوشتمون. بهش من 2 قاشق حالا مرباخوری پر سماق اضافه میکنم. گوشتم حدوداً 400 گرمه. بعد فلفل سیاه. سعی کنی از فلفلای تازه استفاده کنی. این فلفل ها عطرش توی غذا خیلی خیلی بیشتر و بهتر میشه. یک دونه پیاز تقریبا درشت که رنده کردم، آبش هم نیاز نیست بگیرید. نمک، و همین. شروع میکنیم به ورز دادن و حسابی باید ورزش بدیم. اگر دوست داشتیم میتونیم بازم سماق بهش اضافه کنید، قشنگ خوشمزه ترش. ولی بدونی که باید قشنگ 5 دقیقه تا 7 دقیقه گوشتتون رو ورز بدین تا منسجم بشه. میتونید هم از گوشت گوسفند استفاده کنید، هم از گوشت گوساله، یا از مخلوط هر دو تایشون. من داخل تابم روغن میریزم ولی روی حرارت قرارش نمیدم. گلوله ها رو درست میکنم چون قابل تابم نچسبه، به خاطر همین توش میذارم و بعد زمانی که همه گلوله ها رو قلقلی ها رو گذاشتم توش میذارمش روی حرارت زیاد. خب حرارت روشن میکنم، گوشت رو میذارم رو حرارت زیاد و درش هم نمیذارم، اجازه میدم که سرخ بشه. آبم جوش اومده و باید الان برنج رو بهش اضافه کنم. که سرخ شد یه مقدار هم میتونیم زعفرون رو دم کرده بهش بزنیم که خوش‌عطرتر و خوش‌طعم‌تر هم بشه. خب ببینید وقتی برنج سبک میشه میاد به طرف رو، اون زمانی که ما متوجه میشیم که باید تقریبا یه چند ثانیه دیگه من اینو از داخله
آب داخل آبکش بریزم و خالی کنم. میتونین کفای روشم بگیرین که برنجتون شفاف تر بشه. وقت آبکششه و همیشه یه مقدار برنج رو زنده تر بردارین برای برنج هایی که میخواین، پلوهایی که میخواین مخلوط درست بکنید. خب قابلمه داغ شده و من روغن رو بهش اضافه میکنم. همیشه بذارین روغن کاملا، یعنی قابلمتون کاملا داغ بشه و بعد روغن رو اضافه بکنید. یه مقدار من کنجد خام دارم و سیب زمینی. اینا رو سیب زمینیاتون اگه به خصوص خیس باشه اینجوری آغشته بهش بکنید، سیب زمینی ها میگیره و سیب زمینیاتون خیلی خوشمزه تر میشه. میتونینم همینطوری باز بپاشید کف قابلمتون، یه مقدار اینطوری بپاشین، یه مقدارم رو خود سیب زمینی ها. سیب زمینی ها رو شروع کنید به گذاشتن داخل روغن تا سرخ شه. باز یه مقدار زعفرون بریزید روی سیب زمینی ها که دردیدتون خوش رنگ و خوش عطر بشه و شروع کنید به ریختن برنجتون. برنج رو سعی کنید اینطوری با تکون دادن دونه هاش رو از هم باز بکنید و این یکی از باز نکات مهم آبکش کردن و خوب در آوردن یه برنج درجه یک ایرانیه. از گوشت و سماق الان لابلای برنجتون بریزید. چه عطری داره این زعفرون و سماق، انگار ناف ما ایرانی ها رو فقط با کباب بستن. دوباره بقیه برنج رو لایه لایه به همین ترتیب میتونید ادامه بدین تا برنجتون تموم بشه. میتونید دوباره یه لایه دیگه از گوشت و سماق روی برنجتون رو بریزید. خب من درب قابلمه رو میذارم و میذارم که به اصطلاح بخارش بزنه بالا و بعد زیرش رو خیلی خیلی کم میکنم و بهش دوباره یه مقدار آب و روغن اضافه میکنم. در انتها میخوام بهش کره ذوب شده اضافه بکنم. خب اومدیم برش گردیم چیمونو قابلمه اونو برگردونیم تحبیق خوشگلش رو ببینیم. یه دو سه. شادی عجیبیه وقتی که این تعدی که برمیگرده و میره تو زفت برای همه شفا، حتی اون بزرگ بزرگاش وقتی برمیگرده آدم خوشحال میشه دیگه. اوه پس کنم درست برم. اوه چه خوشحالی آزش برمیشه. بذارمش روی میز ببینیم. گوشتای خوشمزش و پر از سماقش که برای همه به طور مساوی و خیلی 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 زیاد گوشت داره. شدی؟ خواهد در میکنه؟ او نه زبر و زرنگی خواهد زدی به مشمادگی. آره
ولی نه انگار که مریضه. وای 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 باید بیان ببریم درمونت کنیم. مادم این برداریه این خوشمزه رو بکنم و متاسفانه با این مزه مواجه شدم که یه مونی اینگار مریضه پاش درد میکنه 100%. یه توضیح بدم در رابطه با این بشقابی که من سرو کردم، من کفش رو فقط سماق ریختم و بعدشم که یه قابلمه گوگولی داشتم توی اون دم کردم یه ذره برنج ساده و یه ذره به اصطلاح سماق که این پایین میبینید، دوباره گوش، دوباره برنج ساده و این یه گارنیش بسیار ساده با گوجه های باب که مگه میشه از این گوجه ها گذشت. و اینم گل پیازمون که خیلی خیلی خوشگله. کوهستان هوا بسیار مطبوعه و آدم دلش میخواد همه دوستاش کنارش باشن و باهاش هم غذا هم چای هر چیزی که دور هم جمع بکنه با هم دیگه بخورین که لذت ببرید. خب حالا این سماقلایی که کره خودم کشیدم تستش کنم ببینم چطوریه. اینقدری که طرحشو میگردم هست یعنی این سماق نه اونقدر ترشه که گلو بزنه و اذیت کنه، نه بیمزه است، نه خیلی خوشمزه است. فقط همینو بگم، یه غذای ساده، راحت و خوشمزه. درستش کنید، تعبیه شما دریابید. زعفرونی و خوشرنگ و خوشمزه با کنجد. عطر زعفرون، به به